من صادق قطب زاده هستم. علت دستگیری من در رابطه با برنامه براندازی است. زمانی که صادق قطب زاده در تلویزیون این جملات رو گفت، شاید بسیاری از ایرانیان برای اولین بار با این کلمه آشنا شدند: براندازی. بعدها البته در تاریخ ما بسیار از این لفظ، از این کلام استفاده شد، هرچند تا به امروز نه قطب زاده و نه هیچ کس دیگری نتونستن برنامه‌ای رو برای براندازی به نتیجه برسونند. اما ویژگی صادق قطب زاده این بود که سریع‌تر از هر کس دیگری مسیر بین انقلابی بودن تا برانداز شدن رو طی کرد. از نقطه A به Z رسید. کسی که روزی خودش رو فرزند رهبر اول انقلاب اسلامی میدونست، در گذر تاریخ روزی تصمیم گرفت تا پدر معنوی خود را از بین ببرد. بین این دو حس و حال، بین این دو تصمیم، تنها 4 سال فاصله بود، بین A تا Z. سوال مطرح کنیم: صادق قطب زاده که بود؟ در انقلاب اسلامی چه نقشی داشت؟ چه شد که او ابتدا تبدیل شد به مرید رهبر انقلاب و چرا در ادامه مخالف نظام برآمده از انقلاب شد و در نهایت چه شد که او مرگ را در آغوش کشید؟ ما در دقایق آتی و در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ این شخصیت انقلابی خوشتیپ، جاه طلب، بلند پرواز، سرخورده و البته در نهایت یکی از مشهورترین مخالفان نظام برآمده از انقلاب، انقلاب 57. ما در دقایق آتی از او سخن خواهیم گفت، صادق قطب زاده. او به واقع تأثیری عجیب بر تاریخ معاصر من و شما گذاشت. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول، مستند فرزند انقلاب به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی فرشاد بیان که منتشر شده است از شبکه BBC. و دوم، تمامی گزارش ها و مستنداتی که در رابطه با صادق قطب زاده در تمامی این سالها از رسانه های مختلف و البته معتبر پخش شده. و اینجا یادآوری کنم در انتهای این قسمت هم ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان رو با هم خواهیم دید و پل ارتباطی ما @مورخ_ادمین خواهد بود در تلگرام. منتظر ویدیوهای زیبای شما هم هستیم. حالا بریم در دل تاریخ. پدرش حسین قطب زاده تاجر چوب بود و اهل اصفهان، اما خود او در تهران به دنیا آمد. صادق قطب زاده 4 روز از اسفند 1314 و در یک خانواده مرفه پایتخت نشین دیده به جهان گشود. دست خانوادهش به واقع به دهنشون خوب می رسید و نتیجه بچه های خانواده یکی یکی برای تحصیل راهی ایالات متحده شدند. صادق داستان ما هم همین مسیری که خواهر و برادر بزرگتر از او پیش از او رفته بودند رو طی کرد. اول در مدرسه دارالفنون تحصیل کرد و در نهایت 1337 و در 23 سالگی رفت آمریکا و در دانشگاه جورج تاون واشنگتن زبان انگلیسی خوند. چرا رفت آمریکا و چگونه شد رو در ادامه مفصل خواهیم گفت. اینجا به این مسئله بسنده کنیم که او در شرایطی از ایران خارج شد در 23 سالگی که قبلش حسابی سیاسی شده بود. صادق از 15 سالگی شیفته ی جنبش ملی مصدق شده بود، محمد مصدق، و زمانی که در 1332 علیه دولت مصدق کودتا شد، صادق هم بیزار شد از تمام کسانی که به گمان او در برابر مصدق ایستاده بودند. سوال: به گمان او چه کسانی ایستاده بودند در مقابل محمد مصدق؟ 1. شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی، و 2. حزب توده. اینها اصل کاری بودند و در مزان اتهام در ذهن
صادق قطبزاده. از پس 1332 برخورد حکومت با هواداران و یاران مصدق شروع شد. جریان‌های سیاسی غیر حکومتی حسابی سرخورده شدند، اما یک فضای ایجاد شد اون زمان برای جوانان و نوجوانان، فضایی که نتیجه آن شد سیاسی شدن آن جوانان و نوجوانان. پرانتز یادآوری کنم، ما چند قسمت در رابطه با محمد مصدق و کودتای 28 مرداد در پادکست مورخ صحبت کردیم پیش از این. به عنوان مثال ببینید، به این بهانه قسمت کودتای 28 مرداد رو از یوتیوب مورخ، مکمل بسیار خوبی است و حاوی فکت‌های جذاب تاریخی. سوال مطرح کنیم، چه شد که صادق قطبزاده سیاسی شد؟ چند دلیل رو گفتیم. اول اینکه او شیفته جنبش ملی مصدق شد. دوم، در فضای 15 سالگیش جامعه او رو کشید به سمت سیاست از پس کودتای 28 مرداد. و سوم، پدر صادق، او چوب فروش بود. سوال پیش میاد، چه ارتباطی است بین چوب فروش بودن پدر او و سیاست؟ جواب، زمانی که محمد مصدق رو فرستادند حصر خانگی، یه روزی محمد آقا تصمیم میگیره درختای تبریزی حیاتش رو بفروشه. از این بپرس از اون بپرس، بهش میگن آقا یه بابایی هست به نام حسین قطبزاده، اسفونی هم هست، کارش خوبه، تاجر چوب، کار بلد. همین میشه که این دو به هم لینک میشن و پدر صادق صادقو میفرسته خونه محمد مصدق که پاشو برو درختها رو جمع کن بیار. این کار یک روز دو روز نبود، طول میکشه و همین میشه که صادق قطبزاده ارتباطش با محمد مصدق بیشتر میشه. کم کم جذب اندیشه های مصدق شد او بیش از پیش و نتیجه چه شد؟ او در همین سن و سال و همین دوران پیوست به شاخه دانشجویی نهضت مقاومت ملی. در ادامه قطبزاده به قدری سیاسی شده بود که یکی دو بار کوتاه البته توسط ساواک تازه تأسیس بازداشت هم شد و همین باعث شد که پدرش که بازاری هم بود، حال حوصله این حرفا رو نداشت، تصمیم بگیره این بچه رو سریعتر بفرسته آمریکا برای تحصیل تا شهر درست نکرده بیشتر از این. نتیجه، صادق قطبزاده راه سپار ایالات متحده شد. کی؟ 1337. چند سالش اینجا؟ 23 سال حدوداً. زندگی در ایالات متحده اما نتونست جلوی سر پرسودای صادق رو بگیره. اردشیر زاهدی، داماد شاه پهلوی، 1338 شده بود سفیر ایران در ایالات متحده. یک سال بعد و به مناسبت نوروز باستانی، او میخواست در ایالات متحده یک جشن شاهانه برگزار کنه. به موازات این اتفاق، حالا صادق قطبزاده‌ای که تازه رفته بود فرنگ، سیاسی هم شده بود و کله پربادی داشت، ساواک هم چند بار دستگیرش کرده بود، البته کوتاه، میخواست چه کنه؟ حقشو بگیره، فعالیت کنه. قصد داشت این جشنو به هم بزنه. چه کرد؟ او به عنوان نماینده دانشجویان حاضر شد در این جشن. تا اینجا همه چیز خوب بود، اما زمانی که او رفت پشت میکروفون و فریاد زد عید مبارک، اما عید اصلی ما زمانی است که ملی شدن به رهبری دکتر مصدق، میکروفون قطع شد. اینجا کار خراب شد. تا نام مصدق برده شد، میکروفون ها قطع شد. میکروفون قطع شد، اما قطبزاده شروع کرد به عربده کشیدن، داد زدن، به هم ریختن جشن و در نهایت موفق شد. او جشن رو به هم ریخته بود. درسته پلیس مداخله کرد، صادق کتک مفصلی خورد و بیرون انداخته شد، اما کاری که او کرد مثل بمب در فضای سیاسی مخالفان حکومت شاه ترکید. نقطه عطف دوم زندگی صادق قطبزاده. صادق با یک اکت سیاسی بسیار رادیکال، حالا تبدیل شده بود به محور فعالان دانشجویان مخالف حکومت شاه در آمریکا. البته کاری که او کرد در ایران هم بازخورد داشت. بعد از جنجالی که قطبزاده به پا کرد، اردشیر زاهدی که اون مهمونی رو در واقع
برگزار کرده بود و عصبانی هم شده بود به واسطه کاری که صادق کرده بود، اجازه تمدید ویزای دانشجویی قطب‌زاده رو نمیده. نتیجه تو دانشگاه تهران، در دل تهران، علیه این اتفاق تظاهرات میشه. تا به اون روز سابقه نداشت دانشجویان داخل ایران برای دانشجویان خارج از ایران اعتراض بپا کنن. چرا؟ یه نگاه اینجوری هم وجود داشت که اونا پول دارن ما بدبخت بیچاره. اما اینجا اون نگاه از بین رفت، حداقل موقت. در ادامه رابرت اف کندی، برادر جان اف کندی معروف که اون زمان ایشون وزیر دادگستری ایالات متحده بود، با صادق قطب‌زاده رفیق شده بود. شما کارو ببین، یه جوون معمولی دانشجوی ایرانی پا میشه میره آمریکا، با کیا رفیق میشه؟ خانواده کندی. آقای جان اف کندی میدونست که اگر صادق برگرده ایران سر و کارش با ساواک، و چه کرد؟ زیر بار اخراجش از ایالات متحده نرفت. به راحتی همین مثال میتونه نشون بده میزان جاه طلبی رو در صادق قطب‌زاده، چه اون زمان که دانشجو بود و مخالف شاه، و چه پس از انقلاب که خواهیم رسید بهش. همواره ما این جاه طلبی رو میبینیم در این آدم. به هر حال تمام کسانی که قطب‌زاده رو میشناختن این رو تایید میکنن که صادق انسانی بود بسیار خوش مشرب، تیپ و قیافش هم خیلی خوب بود، شیک پوش بود، خوشگل مشکل هم بود، به راحتی میتونست دل ملت رو ببره، چه آقا چه خانوم. این نه به لحاظ صرفا بحث روابط جنسی، به لحاظ ایجاد ارتباط. نمونه ایجاد رابطه هم از این بهتر نداریم که او در اون زمان با رابرت خان اف کندی رفیق بود، وزیر دادگستری، با داداشش هم رفیق بود، دور همی داشتن، رابرت و جان و صادق. جان که بود، جان اف کندی رئیس جمهور وقت ایالات متحده. یعنی شما فکر کن این سه تا دور هم میشستن، سلامتی سه کس. همین ارتباط قطب‌زاده با برادران کندی در ادامه باعث شد یه سری از سیاستمداران آمریکایی اصلا اعتراض کنن که آقا چه مسخره بازیه، برادران کندی رفتن با یه ریقوی مخالف شاه ایران رفیق شدن، دارن رفاقت میکنن، برو بیا دارن، چه معنی داره؟ آقای جان دبلیو بولینگ، رئیس دفتر ایران در وزارت خارجه آمریکا، یه نامه می‌نویسه به مقامات سیاسی آمریکا اون زمان. من عیناً نقل قول می‌کنم. نوشته یک سری از مقامات از جمله برادران کندی با جوانکی ایرانی رفیق شدند که مدام تکرار می‌کند به زودی با حمایت آمریکا در ایران انقلاب خواهد شد و خود او هم وزیر خواهد شد. سوال: این نامه کی نوشته شد؟ حدود 27 سالگی آقای قطب‌زاده. در چه سالی نوشته شد؟ حدود 1338. چه پیشبینی کرده بود؟ انقلاب با حمایت آمریکا در ایران؟ او هم وزیر خواهد شد. اما حمایت‌های برادران کندی از قطب‌زاده هم توان مقاومت نداشت در برابر کنش‌های سیاسی تند و تیز او. چرا؟ خط قرمزهایی وجود داشت. زمانی که سری از دانشجویان ایرانی 20 بهمن 1341 ریختن تو سفارت ایران در واشنگتن و تسخیرش کردن، دیگه خط قرمزها رد شده بود. نتیجه صادق قطب‌زاده بالاخره اخراج شد از ایالات متحده. برگشت ایران؟ خیر، جرأت نمی کرد. چه کرد؟ با دو رفیق جونجونیش، آقایان ابراهیم یزدی و مصطفی چمران، که پیش از این سه نفر شاخه خارجی نهضت آزادی رو راه اندازی کرده بودند، به این تصمیم رسیدن که آقا جان دیگه وقتش کار تشکیلاتی رو خیلی جدیتر پیگیری کنیم. چه کردند؟ آقای قطب‌زاده رفت خاورمیانه، قطعا مقصد ایران نبود. او رفت سوریه و لبنان. چرا رفت اونجا؟ یک روحانی آنجا بود که بسیار رفاقت خوبی داشت با او، صادق قطب‌زاده. از کی صحبت میکنیم؟ شما بفرمایید، سید موسی صدر. در ادامه از طریق همین سید موسی صدر با رهبران مبارز عرب آشنا شد، افرادی مثل رفعت اسد، برادر حافظ اسد سوریه که معرف حضور هست، یا با معمر قذافی آشنا شد، رهبر لیبی، دیکتاتور لیبی بهتر بگیم، و البته با یاسر عرفات معروف آشنا شد. شما حجم ارتباطات صادق قطب‌زاده رو فقط ببین و حدیث مفصل بخوان از این مجمل، از برادران کندی، از رئیس جمهور ایالات متحده در آن زمان بگیر تا این بر یاسر عرفاتی که داشت مبارزه می کرد.
تلاقی تاریخ. اخراج صادق از آمریکا همزمان شده بود با ظهور پدیده‌ای به نام آیت الله خمینی در ایران. فقط چند ماه بعد از اخراج صادق از آمریکا مصادف شد با 15 خرداد 1342. اون واقعه خونین رخ داد. کمی بعد از این 15 خرداد 42 آیت الله خمینی هم از ایران تبعید میشه. اون بر قطب زاده و رفقاش که میدونستن داخل ایران امکان کار تشکیلاتی به هیچ وجه ممکن نیست و پاشون برسه ایران سباک اینا رو گرفته آویزون کرده و اساساً به واسطه همینم صادق رفته بود پیش امام موسی صدر که از امکانات تشکیلاتی در لبنان و سوریه استفاده کنه، حالا با یک امکان جدید روبرو شده بودند. حالا یک کاریزما داشتند، یک شخصیت کاریزماتیک داشتند به نام آیت الله خمینی. قطعاً میتونست ضعف تشکیلاتیشون رو جبران کنه این چهره کاریزماتیک و البته چهره روحانیت رو، شبکه مساجد رو برمغان بیاره برای صادق قطبزاده و رفقاش و نهضت آزادی و تفکرات و اهداف صادق قطبزاده. این شبکه مساجد شبکه‌ای بود که اگر به دست مخالفان شاه میافتاد قطعاً کمک شایانی میکرد بانها و کرد. حالا قطبزاده باید برنامه ریزی می کرد برای کنار هم گذاشتن این قطعات پازل. او چه کرد؟ برنامه ریزی کرد. و چه کرد؟ عرض می کنم. صادق از طریق حافظ اسد یک گذرنامه سیاسی سوریه گرفت، گذرنامه‌ای به نام صادق اصفهانی. با همین گذرنامه رفت کجا؟ کانادا. چرا؟ درسشو ادامه بده اول. البته همین گذرنامه به او اجازه میداد که به راحتی تو کشورهای عربی رفت آمد کنه، مثلا بره عراق. چرا مثلا بره عراق؟ چون مثلا میتونست به راحتی بره دیدار آیت الله خمینی آنجا و با هر دیدار او ارادتش با آیت الله خمینی بیشتر و بیشتر میشد. کم کم سای آیت الله خمینی بر دیوار خانه صادق قطبزاده نصب شدند و در ادامه عکس‌های آیت الله خمینی کم کم بزرگتر شدند از عکس‌های محمد مصدق. در اولین برخورد احساس کردم که اون مرادی که سالهای سال دنبالش میگشتم جلومه. من جز شاید یکی دو بار دست پدر مادرم رو تو زندگی نبوسیدم، اما دست امام رو همیشه بوسیدم و همیشه هم میبوسم. هیچ کس در زندگی من تا این حد قدرت و حاکمیت نداشته. من از مرگ در راه ایشون ذره ای ابا ندارم. اینها بخشی از صحبت‌های صادق قطبزاده بود در 1358. تاریخ بسیار بالا و پایین‌ها دارد، خواهیم گفت. این جملات نشون میده رابطه صادق قطبزاده با آیت الله خمینی از همون روزهای ابتدایی و در نجف تبدیل شده بود به یک رابطه مرید و مرادی. گویی آیت الله خمینی همان پدر مطلوبی بود که صادق قطبزاده همباره در ذهن و در زندگی دنبالش میگشت. او پدر معنوی، پدر مطلوب خود را، مراد خود را یافته بود. بیایم جلوتر. دهه 50 خورشیدی. این روزها قطبزاده مقیم پاریس شده و تمام زندگیش در یک جمله خلاصه میشه: ضربه زدن به حکومت شاه پهلوی. در ادامه او میشه یکی از دستاندرکاران اصلی نشریه نهضت آزادی خارج از کشور. بعد شروع میکنه با انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا ارتباط میگیره، با تمام انجمنهای اسلامی. از اون ور سعی میکنه با نهادهای بین المللی حقوق بشر مذاکره کنه که علیه شاه پهلوی کاری کنند. بسیار عرض کردم آدم رفیق بازی بود و استفاده کرد از این خوشمشربی، خوشتیپی. مثلا با یه سری از وکلای حقوق بشری فرانسوی کاملا اصلا داداشی شد. بسیار هم گویا توانمند بوده در ارتباط گرفتن با خانوم ها، اصلا نقطه زن عمل میکرده. در واقع قلاب آقای قطبزاده پای میرفته خالی بالا نمی اومده، حالا چه آقا چه خانوم. یه روایتی هست، بد نیست اینجا اضافه کنیم، رفقای فرانسوی صادق قطبزاده تعریف میکنن که صادق مسلمون بود، لب به شراب نمیزد، اما برای اینکه فرانسوی ها رو تحت تأثیر قرار بده شده بود متخصص شراب.
چون برحال فرانسس و شرابش دیگه معروفه. چه میکرده ایشون؟ شاهدان صحنه تعریف میکنن از بوی شراب میتونسته تشخیص بده که این شراب چیه، چند سال است، چند درصد الکل یا چیزهایی از این دست، یا دقیقا ایشون میدونسته چه شرابی رو باید با چه غذایی و چه شکلی سرو کرد و نوشید. البته اینم اضافه کنیم این روایت لب نزدن به مشروب مال این دوره ی آقای قطبزاده است که دیگه انقلابی شده و اسم و رسم دار زایه است دیگه. انقلابی مسلمون عرق که نمیتونه بخوره که مثلا بشینه سلامتی تپ تپ، نه. اما هستند روایت های دیگری. مثال بزنیم در دوران دانشجویی ایشون در کانادا یا آمریکا، مثالش شهر نلسون کانادا، ایشون اونجا مشغول تحصیل بوده و معروف بوده که اگر میخوای صادق قطبزاده رو پیدا کنی برو یکی از بارهای اطراف دانشگاه، مست و پاتیل اونجا هست، پیداش میکنی. در واقع ایشون اون زمان می میزده و لول بوده، مست بوده و شنگول بوده. بله عواسط دهه 50، 1355، پلیس فرانسه یک روزنامه‌نگار ارمنی به نام خامپیرا رو دستگیر میکنه و ایشون کسی بود که اعتراف کرد که ساواک او رو تحت فشار قرار داده تا قطبزاده رو بکشه، ترور کنه. یه نشست مشترکم بین صادق و این آقای ارمنی برگزار میشه و همین دیدار کلی به شهرت قطبزاده کمک میکنه. حالا صادق قطبزاده تبدیل شده بود به یکی از مهمترین مخالفان حکومت شاه پهلوی، نه در ایران، نه در فرانسه، که در کل جهان. و حالا وقتش بود که این چهره جهانی رهبر مطلوبش رو تبدیل کنه به یک چهره جهانی، مرادش رو تبدیل کنه به یک چهره جهانی. نتیجه بهار 1357، زمانی که هنوز آیت الله خمینی در نجف بود و بسیاری از مردم جهان و شما بشنو مردم ایران هنوز شناخت درست و کاملی از آیت الله خمینی نداشتند، آقای قطبزاده به فکر افتاد. چه کرد؟ اول یه مصاحبه‌ای ترتیب داد برای آیت الله خمینی با روزنامه لوموند فرانسه، یک روزنامه مهم. چطور این کارو کرد؟ از همون رفاقتایی که عرض کردم ایجاد می‌کرد با خوشمشربی و خوشتی پیش که زمانی ازش استفاده کنه، اینجا اومد استفاده کرد و یک مصاحبه مهم ایجاد کرد. نقطه عطفی است در شناخته شدن آیت الله خمینی در سطح جهانی. صادق با این کار تونست برای اولین بار اسم آیت الله خمینی رو به عنوان اصلی ترین چهره اپوزیسیون حکومت شاه پهلوی به گوش جهانیان برسونه. چند ماه بعد، پاییز 1357، آیت الله خمینی داستانش تغییر کرده بود. آتش اعتراضات در ایران زبانه می کشید و آیت الله خمینی هم تبدیل شده بود به رهبر اصلی این اعتراضات. از اون طرف صدام حسین دیگه نمیتونست این وضع رو تحمل کنه و شروع کرده بود به تحت فشار قرار دادن انقلابیون ایران در عراق. نتیجه عراق دیگه جای موندن نبود. پرانتز عرض کنم این یک جمله عراق جای موندن نبود خودش یکی دو قسمته. اگر علاقمند بودید برای ما بنویسید تا از این علی صحبت کنیم چه اتفاقاتی در عراق افتاد که نتیجهش خروج آیت الله خمینی بود و اصلا چه شد ایشون رفت فرانسه و اتفاقاتی از این دست، مسیر رفتن ایشون به فرانسه چه بود، بنویسید، انجام وظیفه خواهیم کرد. به هر حال از پس تمام اون بالا و پایین ها، حالا آقای ابراهیم یزدی، رفیق صمیمی آقای قطبزاده، پیشنهاد میده که آیت الله خمینی برود فرانسه، جایی که صادق قطبزاده و ابوالحسن بنی صدر اونجا حضور داشتند و میتونستان فضا رو برای ورود رهبر انقلابی که در آستانه پیروزی بود آماده کنند. تاریخ گواهی می‌دهد که این اتفاق افتاد. حالا در نوفلوشاتو صادق قطبزاده روز به روز به مراد خود آیت الله خمینی نزدیکتر می‌شد. رهبر انقلاب اهمیت رسانه را به خوبی درک کرده بود در پاریس و صادق بهترین ارتباط رو با رسانه‌ها داشت. مترجم او بود. چرا؟ بهترین ارتباط رو با رفقای خود داشت قطبزاده. نتیجه صدای انقلاب ایران با تدابیر صادق قطبزاده هر روز بیشتر از دیروز به گوش جهانیان میرسید.
دی ماه 57، دقیقاً 14 تا 17 دی ماه 57، کنفرانس گوادلوپ بین 4 قدرت بزرگ بلوک غرب جهان، یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر، آلمان غربی و فرانسه برگزار شد. برای انقلابیون ایران بسیار مهم بود که در این کنفرانس قدرت‌های غربی درباره اوضاع ایران حرف بزنن. نتیجه شد قطب‌زاده تونست از طریق خبرنگارها و رفقای خبرنگارش نظراتش رو به گوش سیاسیون فرانسه برسونه. خیلی نکته مهمیه و بسیار تاثیر عجیب غریبی. کدام ایرانی میتونست این ارتباط رو داشته باشه اون زمان و نظراتش رو به گوش سیاسیون فرانسه برسونه؟ شما بشنو دیکته کنه در ابعادی. گرچه از این نمیتونیم بگذاریم که به طور کلی موافق بودند سیاسیون فرانسه، به هر حال نظرات رو به گوش اونها میرسونه، دل اونها رو، دل مقامات فرانسوی رو از خطر پا گرفتن کمونیسم در ایران راحت میکنه که اگر انقلاب شد شما نگران نباشید، ما نمیذاریم کمونیسم وارد ایران بشه. این خط کمربندی که شما دارید حفظ میکنید جلوی کمونیسم، با شاه ایران دارید این کارو میکنید، الان ما همچنان این کارو میکنیم، نگه میداریم کمربند صفر جلوی شوروی. از پس این اطمینان چه شد؟ جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا که قبل از این کنفرانس رسما با خروج شاه ایران از ایران مخالفت کرده بود، بعد از این کنفرانس یهو موافقت کرد. موافقت کرد که محمد رضا شاه پهلوی از ایران باید خارج شود. یکی از مهمترین اهداف انقلابیون داشت به ثمر می نشست و 26 دی ماه 57 شاه ایران از ایران خارج شد. سوال: صادق قطب زاده کجای این معادله ایستاده بود؟ دل، امان از دل. درست همون زمانی که، همون ایامی که دل صادق قطبزاده در گروه آیت الله خمینی و انقلاب ایران بود، لرزش جدیدی، لرزش دیگری بر دل او افتاد. او دل بسته یک بانوی کانادایی شده بود، خانم کارول جروم، خبرنگار شبکه سی بی سی کانادا بود ایشون. خانم کارول هم البته عاشق صادق شده بود. این عشق دو طرفه بود. صادق و کارول دوست دختر دوست پسر شده بودند و با هم زندگی میکردند اون زمان. حالا شما فکر کن در آستانه انقلاب اسلامی یکی از رهبران این انقلاب دوست دختر داره، وا ویلا، اصلا تابو اسلام به خطر میافتاد قطعا. تازه این دوست دختر رسمیش بود، وگرنه کلی زن خارجی دور بر آقای قطبزاده گویی بوده که از طریقشون البته به انقلاب کمک میکرده ایشون. مثال بزنیم از این دوستانی که فقط کمک میکردن. یک مهماندار هواپیمایی فرانسه رفیق صادق بود و شیفته او. این بند خدا اسناد و اعلامیه هایی که باید میرفته ایران رو برمیداشته میبرده ایران، میرسونده به رابط صادق قطبزاده. همین خانم بنده خدا تعریف میکنه، میگه یه بار به صادق گفتم که صادق اگر منو تو فرودگاه بگیرن چیکار باید بکنم، و صادق قطب‌زاده بی‌نظیره چی گفته؟ این بنده خدا نمیدونسته چه خبره، صادق میگه با آویزونش میکرد، گفته عزیزم اگه تو رو اونجا گرفتن بگو من از طرف صادق قطب‌زاده میام. هیچی نمیشه، اصلا پذیرایی هم ازت میکنن، نگران نباشی. اینجوری اعتماد به نفس داشته آقای قطبزاده و اینجوری استفاده میکرده از اعتماد اطرافیانش. شما بشنو سوء استفاده. یازدهمین روز از بهمن 57، فرودگاه شارل دوگل پاریس میزبان تیمی از انقلابیون ایران بود که شال و کلاه کرده آماده بودند برگردن به ایران و انقلابشون رو پیروز کنن. مسئول هماهنگی که بود صادق قطبزاده، تمام خبرنگارا رو او هماهنگ کرده بود که با تیم انقلابی سوار هواپیماشن، از جمله دوست دختر خودشون. این دو با هم سوار شدن، البته پیش هم نشستن. اگر نازوکیم بر این اتفاق میتونیم به این نتیجه برسیم که اون خبرنگارا به نوعی نقش گروگان رو داشتن بازی میکردن. البته همگی آگاه بودند که به نوعی دارن این نقش رو بازی میکنن. بحث بر سر اینکه آیا شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه پهلوی
اجازه فرود هواپیمای انقلاب در مهرآباد تهران رو میده یا نه بسیار داغ بود اون لحظات. حتی گفته میشد بختیار میخواد هواپیما رو تو آسمون بزنه. هیچ کس نمیتونست 100% پیش بینی کنه. جالبه صادق قطب‌زاده کلاً بار و بندیل نداشته، این ساک چمدونی چی نداشته. ازش میپرسن که آقا چی جوریه، تو هیچی نداری با خود بیاری؟ ایشون جواب میده اگر فانتوم های شاه تو هوا ما رو بزنن بترکونن، قربونت من ساک میخوام چیکار. در واقع آقای قطب‌زاده هم در این حد مطمئن نبود که سالم میرسه تهران، اما تاریخ گواهی میدهد این هواپیما، هواپیمای ایر فرانس، هواپیمای انقلاب، 12 بهمن ماه 57 روی باند فرودگاه تهران سالم بر زمین نشست. قطب‌زاده و الباقی سرنشینان پرواز انقلاب با استقبال عجیب غریب مردم روبرو شدند. یه نکته بامزه بگیم، آقای علیرضا نوری‌زاده که اون زمان خبرنگار روزنامه اطلاعات بود و امروز از مخالفان جمهوری اسلامیه، زمانی که با دوست دختر صادق قطب‌زاده مواجه میشه تو فرودگاه، فردا میره مینویسه که تو روزنامه در میان همراهان امام نامزد صادق قطب‌زاده هم حضور داشت و بسیار هیجان زده بود. آقای قطب‌زاده میره سراغ این بنده خدا، میگه داداش هر خانومی با آدمه مگه نامزدش، هر گردی مگه گردو، هر سیبیل داشت مگه بابات، چه شهر درست میکنی؟ فردا هیچکی سمت ما نمیاد، این خانم گرفرند منه، گرفرند، دوست دختر، آندرستن، اصلا مشکل دارن نظر شما؟ آقای نوری‌زاده میگه من در جواب گفتم اصلا آرمان های انقلاب، نه نه آقا اصلا چه ایرادی داره، اصلا به ما چه، کی با کیه، برای ما پذیرفته شده است. پرانتز باز کنیم، سوال، آیا اگر کسی غیر از صادق قطب‌زاده بود پذیرفته شده بود؟ حواس اصلی مردم اما از فردای انقلاب اصلا متوجه حواشی زندگی قطب‌زاده و دوست دخترش و چیزایی از این دست نبود. تیر باران و حذف چهره‌های وابسته به حکومت قبلی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب شروع شد. ما در مورخ کاملا مفصل این برخوردها رو در قسمت مربوط به صادق خلخالی درباره‌اش صحبت کردیم، پیشنهاد میکنم ببینید بشنوید، بسیار مکمل خوب و غم‌باری است و البته حاوی فکت‌های مهم. حالا ارتباط این دوران و اتفاقات با صادق قطب‌زاده چیست؟ او در همین زمان به نوعی مسئول ارتباط با رسانه‌های خارجی بود. ژورنالیست‌هایی که تا پیش از این کلی از خشونت حکومت شاه پهلوی نوشته بودند و حالا با ذوق اومده بودند ایران که تحولات ایران رو به چشم سر ببینند و منعکس کنند، به جهانیان با چی مواجه شدند؟ خشونتی عجیب، در ابعادی عجیبتر از خشونت شاه پهلوی. صادق قطب‌زاده مدام سعی میکرد با همون شیک و پیکی خودش، ادبیات خودش، به این خبرنگارا بگه که ببینید عزیزان یه دقیقه توجه فرمایید، اتنشن، اینا یا اینا اصلا خشونت نیست، یعنی این خشونت اون خشونت نیست، ما فرق میکنیم، اینا حقشونه اصلا اعدام شن و ما حق داریم اونا نداشتن، یعنی ما میکشیم اب نداره، کسی که بکشه بده. حالا برای امروز بفهمی نهار بفهم. از فردای روز انقلاب باید سمت‌ها حالا تقسیم می‌شد. دولت جدید، انقلابی جدید، قدرتی جدید و سوال، قدرت مال کیه؟ کی کجا بشینه؟ کی جلو می‌شینه و کی عقب می‌شینه؟ کی در این اتوبوس جا داره و کی خیر؟ قطب‌زاده در این تقسیم صندلی‌ها و تقسیم قدرت چون به نوعی مسئول ارتباط با رسانه‌ها هم بود در فرایند انقلاب از همون ابتدا، 23 بهمن ماه 57 منصوب شد به ریاست رادیو و تلویزیون. اگرچه مهدی بازرگان نخست وزیر وقت دولت انقلابی که خیلی حال نمی‌کرد با نیروهایی که از خارج اومده بودن موافق نبود قطب‌زاده بشه رئیس رادیو تلویزیون، اما دکتر محمد بهشتی اصرار کرد و صادق قطب‌زاده شد رئیس رادیو و تلویزیون. شاید بشه گفت به نوعی از اینجا دعواهای قطب‌زاده با دیگران و البته دعواهای دیگران و قطب‌زاده و البته دعواهای دیگران و دیگران همه از اینجا شروع شد.
صادق رفت تلویزیون. کارکنا و مجریها، کارگردانها، تهیه کننده ها، عوامل رادیو تلویزیون همه رو جمع کرد، گفت آقا اصلا نگران نباشید، با وقوع انقلاب هیچی سر شما نمیاد. چرا اینو گفت؟ طبیعتا تمام عوامل رادیو تلویزیون نگران این بودن. مثلا عوامل شوی رنگارنگ نگران بودن که با ما چیکار میکنن، ما لهو لعب مثلا میکردیم از نظر اینا. سایر دوستان، بازیگران سینما حتی، آقای قدزاده گفت آقا نگران نباشید، من اومدم اینجا عیناً دارم نقل قول میکنم. قدزاده گفت اصلا نترسید، من آمدم اینجا که بین فکل شما و عمامه آخوندها آشتی برقرار کنم، شما کماف سابق به کار خود ادامه دهید. این عین جملات آقای قدزاده است. اما مشکل این بود که قطبزاده هم همانند بسیاری از انقلابیون چیزی از مدیریت نمیدونست. شاید زبل بود، بلد بود ارتباط بگیره، خوشتیپ بود، شراب میشناخت، نقطه زنی رابطه برقرار میکرد و و و، اما مدیریت صفر. با چه تجربه‌ای، با چه دانشی، با چه علمی؟ تأکید میکنم همانند بسیاری از انقلابیون. یه مثال بزنیم، آقای به نام محمد عطریانفر که از شهرهای انقلابی بود و زمانی هم عضو شورای شهر تهران، یه جایی تعریف میکنه، میگه آقا یه سمتی همون بیه بسم الله انقلاب دادن به ما، تو این تقسیم در واقع سمت‌ها گفتم برو فلان جا بشین. ما رفتیم نشستیم رو صندلی مدیریت، یه منشی هم داشتیم، خانم بود، محجبم نبود، هنوز قانون حجاب اجباری نبود، با مینی جوپ و اینا اومده بود. خلاصه ما نشستیم در واقع پشت میز، داشتیم نگاه میکردیم چه خوب، گنده است، خوشگله. خالم اومد تو، گفت سلام آقای رئیس، لطفا این پرونده ها رو پاراف بفرمایید. اینا رو گذاشت رو میز ما و رفت. من از اون لحظه که اینو گذاشت داشتم فکر میکردم چی گفت، پارافیم پالا اصلا چی میگه، تا بعد از اون بنده خدا رو سر دوندم، هی اومد رفت آقای رئیس پاراف چی شد، آقای رئیس پاراف فرمودید، هی من گفتم الان آخرم گفتم باشه فردا. آقای عطریانفر میگه دیگه نرفتم، فرداش رفتم صدا سیما، یه سری رفیق داشتم اونجا، گفتم که آقا یه جایی که ما یه چیزی میفهمیم ما رو به کار بگیرید، یه جایی که ما بتونیم کاری بکنیم. ای کاش خیلی از دوستان همانند ایشون عمل میکردند. سوال مطرح کنیم، اگر دوستی حتی همین امروز در جایگاهی قرار گیرد و به این نتیجه برسد در خلوت خیش که من تجربه، توانمندی و علم این جایگاه را ندارم و باید بروم تا کسی که علم، تجربه و توانمندی این جایگاه را دارد بیاید و بر این صندلی تکیه زند تا قدمی بردارد برای مردم این مرز و بوم، نتیجه چه می شود؟ قضاوتش با شما. بر جهت همه اینها رو گفتم به این برسم، وضعیت برای صادق قطبزاده هم همین بود. رئیس رادیو تلویزیون شد اما هیچ چیز از مدیریت نمی دونست. گفتیم قطبزاده به نیروهای رادیو تلویزیون قول داد کاری به کارتون ندارم، نگران نباشید. اما دو سه روز بیشتر نگذشت که کاری به کارشون داشت. دیگه نتونست تحمل کنه، انقلاب شوخی نداشت. قطبزاده هم دنبال حفظ قدرت خودش بود، در واقع دنبال حفظ قدرتش در دل انقلاب بود، بین انقلابیون، بین کسانی که ادعای منصب دارند. نتیجه او هم میخواست با خواست انقلابیون هم راشه. چه کرد؟ شروع کرد به اخراج چهره های تلویزیون، چهره هایی که یادآور حکومت قبلی بودند، به اصطلاح بهشون میگفتند طاغوتی. همین اتفاق در جای جای این کشور افتاد. ما چند روز پیش در کانال سینما مورخ، بد نیست یادآوری کنم، قسمتی رفتیم تحت عنوان تاریخ حجاب در سینمای ایران، در واقع تأثیر حجاب در سینمای ایران. اونجا هم عرض کردم بنده که چقدر آدم اخراج شد، ممنول کار شد، مجبور به مهاجرت شد، خونه نشین شد و در تنهایی حتی درگذشت. پیشنهاد میکنم ببینید این قسمت رو، یا قسمت تاریخچه حجاب در خود کانال مورخ رو پیشنهاد میکنم ببینید، مکمل های بسیار خوبی است. به هر حال یک هفته بیشتر نگذشت که آقای قطبزاده شروع کرد سانسور رو در تلویزیون، در رادیو. در ادامه مطبوعات شروع کردن توپیدن به قطبزاده، محکومش کردن به سانسور چی بودن، که چی شد پس، تو که ادعات میشد فلان بیسار، نترسید کارتون رو بکنید. و این اصلا باب میل قطبزاده نبود. اساسا قطبزاده تحمل نقد نداشت، گویا با همه در دشمنی بود.
بود. همه با هم البته گرفتاری داشتن. آقای قطبزاده خودش رو آزادی خواه ترین آدم ایران میدونست و حالا داشت متهم میشد به چی؟ به سانسورچی بودن. شاید بدشانسیش هم بود که اون زمان رفت توی رادیو تلویزیون رئیس شد، جایی که مجبور بود این کارا رو بکنه اگر بخواست با خواست انقلابیون همراه بشه، که شد. و خیلی هم تابلو بود، چهرهای معروفی در حال اخراج شدن بودن به جرم طاغوتی بودن، طرف استخدام رسمی رادیو تلویزیون بوده دیگه، فلان برنامه رو فلان روز گفتن باید اجرا بکنی و کرده. حالا امروز بهش میگن چرا اون موقع کردی؟ چون اجرا کردی اخراجی، تو طاغوتی. سوال، اجرا نمی کرد اون موقع چه میشد؟ اخراج میشد؟ برحال این تناقض ها بسیاره. اعتراضات به قطب زاده هم هر روز بیشتر میشد در ادامه با کارهایی که او میکرد، اخراج ها، سانسور ها. مخصوصا ابراهیم یزدی خیلی شروع کرد انتقاد کردن از صادق قطب زاده به واسطه همین بحث سانسور و اخراج کردن ها. واکنش قطب زاده چه بود؟ جالبه، ایشون اولین گروه فشار رو ایجاد کرد. اولین گروه فشار بعد از انقلاب توسط ایشون پایگذاری شد. یک گروه به رهبری یک خانم، بهش میگفتن زهرا خانم. زهرا خانم و دار و دستش حمله میکردن به تجمعات، به خصوص تجمعاتی که توشون علیه قطب زاده شعاری داده میشد. اگرم یه روز میرفتن میدیدن تجمعی نیست، بریزن خراب کنن بزنن ملتو، خودشون تجمع میکردن و شعار میدادن در حمایت آقای قطب زاده. اون روزها البته تجمع کردن خیلی گرفتاری نداشت. جایگاه ریاست رادیو و تلویزیون باعث شد صادق قطبزاده که خیلی خودشو روشن فکر مسلک نشون میداد، البته تا قبل از این، تبدیل شه به اولین انقلابی که با روشن فکران سرشاخ شد. بدشانسی پشت بدشانسی. تا قبل از اینکه ایشون وارد ایران بشه و انقلاب پیروز بشه، یه چهره بسیار جذاب انقلابی بود. اومد، هنوز جذاب بود، شد رئیس رادیو تلویزیون، کم کم کارا خراب شد، با گروه‌های مختلف سرشاخ شد. حالا با روشن فکرها گرفتاری پیدا کرد و کم کم داشت این سوال در ذهن خودش و دیگران، حتی دشمنانش به وجود می اومد که دیگه کی مونده خوشش بیاد از قطب زاده و ازش حمایت بکنه. ضمن اینکه سرشاخ شدن با روشن فکران شوخی نبود. کیا بودن روشن فکرا؟ مثال بزنیم چند تا: رضا براهنی، احمد شاملو، استاد احمد شاملو، محمود دولت آبادی بزرگ. اینها گوشه هایی از اون روشن فکرا بودن. همه و همه این دوستان شروع کردن موضع گرفتن علیه قطب زاده و او شروع کرد به پروپاگاندا علیه روشن فکران. خلاصش کنیم، تصمیم اشتباه از پس تصمیم اشتباه. اوضاع هر روز بدتر می شد برای صادق خان. حتی با دولت موقت هم در افتاد. او هر کی هر چی می گفت که قطبزاده احساس می کرد به او و به رهبر انقلاب داره انتقادی میشه، باهاش برخورد شدید می کرد. اصلا هم براش مهم نبود که کجا چی دربارش میگن و می نویسن و چهرش مدام مکدرتر میشه. در واقع هر کی از نظر صادق قطبزاده حرف اضافی می زد، رادیو تلویزیون دستش بود، تریبون اصلی دستش بود، تو تریبون اصلی مملکت هر چی دلش میخواست میگفت. فلان چیزو بسازید، فلان چیزو بگید. البته تاریخ هم تکرار میشه. این وسط یه اتفاق دیگه هم افتاد که در زندگی صادق تاثیر زیادی داشت، در زندگی سیاسیش. بحث اجباری شدن حجاب مطرح شد تنها یک ماه پس از انقلاب. یه سری از زنان اعتراض کردند، به نظر میرسید یه سری از روشن فکران هم مخالف حجاب اجباریان، اما روشن فکران خیلی دغدغه‌شون حجاب و مسائل زنان و اینها نبود، حداقل اون زمان. اما دغدغه آقای قطبزاده بود. قطبزاده ای که به نظر خیلی هم زندگی سکولار و آزادی داشت، با دوست دخترش اومد ایران، تصمیم گرفته بود حسابی خودشو حالا انقلابی نشون بده. احساس میکرد یه راهی پیدا کرده که ثابت کنه من انقلابیم، در راستای اهداف مثلا انقلابم. نتیجه رادیو و تلویزیون صبح تا شب شده بود اصلی ترین ابزار حکومت تازه تأسیس برای تبلیغ حجاب اجباری. اتفاقی که باز هم باعث شد اعتراضات به قطبزاده هر روز بیشتر و
بیشتر بشه. اجازه بدید تا اینجا رو کوتاه خلاصه کنیم. آقای صادق قطب‌زاده با اتفاقاتی که افتاد، با تصمیماتی که گرفت و با عمل کردش از روز انقلاب تا اینجا که حدوداً یکی دو ماه از انقلاب داره میگذره، هر روز داره بهش اعتراض میشه، هر روز با گروه‌های مختلف جامعه از سیاسیون تا انقلابیون تا روشنفکران و و و داره سرشاخ میشه و هر روز داره از اون محبوبیت اولیش که یک انقلابی تاثیرگذار خوشتیپ بود کم و کمتر میشه. یه روایتی داره گرفرند آقای قطب‌زاده، دوست دختر صادق خان، میگه من یه بار بهش گفتم که صادق این چه وضعی است؟ قطب‌زاده جواب داده که عزیزم این بحث حجاب حل میشه هانی، فعلا ما داریم احتیاط میکنیم. در واقع آقای قطب‌زاده سعی داشت یه جوری تمام گروه‌های انقلابی رو راضی نگه داره. اصلا مگه میشه یک آدم همه رو در زندگی راضی نگه داره؟ این کارو بخواست بکنه قطب‌زاده، مثلا از یه طرف حجاب اجباری رو تبلیغ میکرد، از اون ور دستور داده بود روحانیون رو تو تلویزیون راه ندن. خب این دوتا به هم نمیخوره، فارغ از درست یا غلط بودن تصمیمش. میگفت جای آخوند تو رادیو، نباید بیاد تو تلویزیون ببینیمش. در نهایت این رویکرد به نفعش تمام نشد. نتیجه این رویکرد چه شد؟ تمام گروه‌های انقلابی علیه قطب‌زاده شدند. خیلی به سرعت هم این اتفاق افتاد. اگرچه قطب‌زاده روحیه ضد روحانیون داشت، اما از اون ور با دولت بازرگان که روحانیت توش نقشی نداشت همشب بود. نه این برو داشت نه اون برو داشت. یا یک مسئله دیگر روش نازک شیم، در کنار اینکه مرید رهبر انقلاب بود، مرید ویژه آیت الله طالقانی هم بود. پرانتز بگم این رو، در گذشت آیت الله طالقانی 19 شهریور ماه 58 برای بسیاری از انقلابیون ضربه سنگینی به حساب می اومد، برای قطب‌زاده بسیار ضربه سنگین تری بود. واقعیتش اینه که بسیار آدم احساسی بوده صادق قطب‌زاده. ایشون نه تنها ارادت ویژه‌ای داشت با آیت الله طالقانی، بلکه معتقد بود تا زمانی که آیت الله طالقانی هست اجازه نمیده آخوندا قدرت رو در دست بگیرن. این عیناً نقل قول صادق قطب‌زاده است. حالا با درگذشت آیت الله طالقانی، امید بزرگ قطب‌زاده دیگر نفس نمی‌کشید. پرانتز یادآوری کنم، ما چند روز پیش یک قسمت مفصل پرداختیم آیت الله طالقانی، به داستان او، به کسی که به او گفتند پدر انقلاب، ابوذر زمانه. پیشنهاد میکنم ببینید، بشنوید از یوتیوب مورخ. کمی بیایم جلوتر، 13 آبان 58 دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران رو تسخیر کردند. ما پیش از این مفصل تعریف کردیم در مورخ داستان تسخیر سفارت آمریکا رو، چون داستانش مفصله اینجا ازش عبور میکنم. دولت بازرگان قصد داشت سریعاً به این قائله خاتمه بده، اما یکی از دشمنان دولت بازرگان که طبعا صادق قطب‌زاده بود، حسابی از این که حال دولت موقت رو بگیره حال میکرد، گش میکرد دیگه. چه کرد؟ چشم تمام دنیا به کجا بود؟ تلویزیون رسمی ایران، رادیو تلویزیون ایران. و این رادیو تلویزیون دست کی بود؟ صادق قطب‌زاده. اخبار تسخیر سفارت آمریکا رو پوشش میداد رادیو تلویزیون و صادق داستان ما در دفاع از تسخیر سفارت هیچ چی کم نمیذاشت. میگفت خوب کردم باری کلا، اصلا وقت میذارن دهنش. 15 آبان همون سال چه اتفاقی افتاد؟ دولت موقت استعفا داد، رفت کنار کلن، گفت آقا ولم کنید، قطب‌زاده دیوونه است. و حالا مملکت دولت موقت هم نداشت. ابوالحسن بنی صدر سریعاً به عنوان جانشین ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت که استعفا داده بود، شد سرپرست وزارت امور خارجه. او قصد داشت با آمریکایی‌ها مذاکره کنه که داستان حل شه. چه کرد؟ پیشنهاد داد به آمریکا که آقا جان شما انبال بلوکه شده ما در آمریکا رو آزاد کنید، ما هم گروگانا رو تحویل میدیم. آمریکا پذیرفت و داشت پرونده میرفت شورای امنیت سازمان ملل متحد که این توافق عملیاتی بشه، اما نشد که بشه.
اول یه پرانتز عرض کنم، یه سوال پیش میاد. اگر اون زمان اموال بلوکه شده یه ایران که عددی هم بود برای خودش آزاد میشد، چقدر در زندگی مردم ایران زمین تأثیر گذار بود؟ خیلی خوشحالن که آزاد نشد، چون اگر بود یه دست خاوری بود تو کانادا یا دست ایکس و ایگرگ در فلان جاک. خیلی هم معتقدند نه ای کاش میشد، و بودند کسانی که قدم های مثبتی میتونستن با اون پول برای مردمان ایران زمین بردارند. به هر حال قضاوت با شما. داشت میرفت قضیه حل شد، اما قطب زاده خبردار شد این وسط. چه کرد؟ سری خبری کار کرد تو رادیو تلویزیون که آی جهانیان، ایران در نشست شورای امنیت شرکت نخواهد کرد. بابا اصلا تو چی کاره بودی رفتی اینو گفتی؟ تمام رشته های بنی صدر پنبه شد. بدبخت بیچاره شده بود توافق برسه. آقای بنی صدر رفت شورای انقلاب، گفت قدزاده دیوونه است، نمیذاره من کار کنم، خداحافظ خداحافظ. همان چیزهایی رو گفت که چند وقت قبل مهدی بازرگان گفته بود. بنی صدرم استعفا داد، گفت ول میکنم میرم، شما کارو بدید به همین دیوونه، به همین قدزاده که داره کار همه رو خراب میکنه، بیاد خودش درست کنه. شاید تمام اینها با همین هدف انجام شده بود از طرف قدزاده. او شاید به هدفش رسیده بود. 8 آذر ماه 1358 صادق قطب‌زاده رسما شد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. یه پرانتز باز بکنیم، سالها قبل یک مقامی در آمریکا نوشته بود که آقا چه وضعی است، خانواده کندی با یه جوانک جوالقی رفاقت دارن میکنن. که چی میگه این جوانک؟ میگه به زودی در ایران انقلاب خواهد شد، با حمایت آمریکا منم وزیر خواهم شد. این نامه کی نوشته شد؟ 1338. حالا چه اتفاقی افتاد؟ انقلاب شد، ایشون هم وزیر شد. قطب‌زاده‌ای که مدام بر سر حل مسئله سفارت آمریکا سنگ اندازی کرده بود، حالا خودش شده بود مأمور حل کردنش، سکان دستش بود. او میدونست اگر بتونه مسئله رو یه جوری حل کنه که هم انقلابیون راضی باشن هم آمریکایی‌ها، قطعاً تبدیل میشه به یک چهره تاریخی و بسیار مهم. تمام اون دشمنی‌ها و اختلافات و انتقاداتی که بهش میشه تموم میشه میره. اما داستان پیچیده‌تر از این حرفا بود. قطب‌زاده هم می‌خواست انقلابی به نظر برسه، هم میخواست یک دیپلمات گره باز کنه مشتی به نظر برسه، همزمان میخواست ظریف باشه و آقای جلیلی باشه. خب نمیشه. مثال امروزیش چه کرد؟ مدام با رسانه‌های خارجی صحبت می‌کرد و خطاب به آمریکا می‌گفتش که آقا جان کاری نداره که شما شاهو برگردونید ایران، من رضا شاه رو، ما هم گروگانا رو پس میدیم، پولا مال خودتون، پولای بلوکه شده مال خودتون. ها حله، اوکی اوکی. به همین راحتی نبود. نه تنها این استراتژی جواب نداد، بلکه با دانشجویان هم سرشاخ شد. آقای قطب‌زاده صادق خان به عنوان وزیر امور خارجه به دانشجویان پیرو خط امام، که اونام داستان داشتن برای خودشون دیگه، عرض کردم پیش از این یه انشعابی بود از دفتر تحکیم وحدت، همین دوستانی که ریختن تسخیر کردن سفارت آمریکا رو، در اون قسمت تسخیر سفارت آمریکا مفصل گفتم. قطب‌زاده اومد گفت آقا گروگانا رو بدید به وزارت امور خارجه، مسئولیت با ماست. اما دانشجویان بهش گفتن زکی بود دنبال بازی صادق جون. آقای قطب‌زاده مدام مصاحبه میکرد که اینها پیروی خط امام نیستند، حرف منو گوش نمیدند، من نمخوام. از اون بر تمام این بازی ها یک برنده داشت، شوروی. داشت حال میکرد، با دومش گردو میشکوند. مدام یا مستقیم یا از طریق حزب توده در ایران قطب‌زاده رو میکوبید، کسی که مسئول حل بحث گروگانگیری بود، دعوای با آمریکا. از طرفی پیش از این عرض کردم قطب‌زاده با حزب توده دشمن بود، و این دشمنی هم برمیگشت به زمان کودکی و نوجوانی قطب‌زاده، زمان مصدق. در واقع یکی از عوامل سقوط دولت مصدق رو همین توده‌ای‌ها میدونه صادق قطب‌زاده. میشه گفت کینه صادق از توده، از حزب توده اصلا حد و حدود نداشت، کلن با همه یه جورایی دشمنی داشت صادق قطب‌زاده. تاریخ گواهی می‌دهد که محمد رضا شاه پهلوی اون زمان فرستاده شده بود پاناما. پس قطب‌زاده سعی کرد با مقامات پاناما هم صحبت کنه و اونا رو راضی کنه که شاهو دستگیر کنن، برگردونن ایران. چه کرد؟ پیشنهاد داد به مقامات پاناما که آقا من بهتون نفت میدم، نفت مشتی زیاد، هر جوری شما بگید.
این صحبت‌ها و این مذاکره و پیشنهاد تلفنی انجام شد. تلفن او تمام شد، گذاشت، خوشحال دست افشان زد بیرون، با خبرنگارا مصاحبه کرد که آی ملت، مقامات پاناما همین الان به من گفتن شاهو دستگیر کردن، تمام شد دیگه، تو مشتمونه مثل گوشت زیر دندون. اطرافیان صادق قدساده گفتند آقا جان عجله نکن، صادق کجا؟ اما او جواب داد ولمون کنید، من میتینگ انتخاباتی دارم. چی میگید شما؟ میتینگ؟ بله، آقای قدساده در این حالی که سرپرست وزارت امور خارجه بود، دنبال آرزوهاشم بود، مسیر رو هموار میدید، میگفت اینو که حل میکنم، این اینجوری شاهم میگیرم میارم، تمام رئیس جمهورم من. او کاندیدای اولین دوره ریاست جمهوری شده بود، میخواست با خبر بازداشت شاه بتره کنه، میتینگ انتخاباتی رو میخواست بتره کنه. مملکت رفت رو هوا از پس اعلام این خبر. وزیر امور خارجه ایران رسما خبر بازداشت شاه پهلوی رو اعلام کرده بود. اما آیا واقعا شاه بازداشت شده بود؟ شما به میدانید تاریخ جواب میدهد که خیر، کلش سوء تفاهم بود. مقامات پاناما به قطب‌زاده گفته بودند که آقا شما 60 روز وقت داری اسناد جنایات شاهو که ادعا میکنی جنایت کرده به ما تحویل بدی، اسناد کافی باشه ما بازداشت میکنیم برمیگردونیم. البته که به نوعی وعده سرخرمن داده بودند. حالا به هر حال وعده بود یا نه، مقامات پاناما اینو گفته بودند، نگفته بودند دستگیر کردیم میریم دستگیر میکنیم. اما یا خط خراب بود، یا قطب‌زاده نفهمیده بود که بعیده، زبانش خوب بود این آدم، یا پانامایی اون مقام دولتی پاناما زبان نش خوب نبود، این حالا محتمل تره. به هر حال هر چه بود نتیجهش این شد که قطب‌زاده شنیده بود که ما الان میریم دستگیر میکنه، اصلا تمام. و همین سوء تفاهم برای وزیر امور خارجه مملکت، سرپرست وزارت امور خارجه مملکت و کسی که کاندید ریاست جمهوریه و خودشو پیروز انتخاباتم میدونه، چه نتیجه ایجاد کرد؟ تو سطح دنیا گفت شاهو گرفتیم دیگه. اعتبار صادق قطب‌زاده چنان سقوط کرد که او در بدترین کابوس‌های خود هم نمی‌دید. کمی روی انتخابات و وعده های انتخاباتی قطب‌زاده نازک شیم. او به هر حال همواره اهل شعار بود و جاه طلب بود. پیش از این عرض کردم اون زمان صدام حسین اجازه حضور ایرانیان در کربلا رو نمیداد. شعار انتخاباتی قطب‌زاده حالا چی بود؟ از یه طرف که میگفت من شاهو میگیرم برمیگردونم اینجا اعدامش میکنم، از اون ور میگفت من راه کربلا رو باز میکنم، با همون لحن لاتی تورش هم میگفت دیگه، یه لحن لاتی داشت ایشون کلن. مدام تو میتینگای انتخاباتیش میرفت میشست میگفت من شاهو برمیگردونم، یک راه کربلا رو باز میکنم داشت، همین جمعه از آخر هفته کربلا. والا نتیجه اینها چه شد؟ اون زمان صادق قطب‌زاده 100,000 تام رای نیاورد. بنی صدر کاندیدای مخالف قطب‌زاده رئیس جمهور شد و صادق خان دوباره از پرتگاه سیاست سقوط کرد. از پس آن سقوط و از پس آن سقوط سقوطی دیگر، آخرین امید قطب‌زاده برای بقا در بلوک قدرت این بود که بتونه تا پیش از تحویل سمت سرپرست وزارت امور خارجه به دولت جدید، که قطعا دولت جدید می اومد، به صادق می گفت خداحافظ شما، داستان گروگانگیری رو حل و فصل کنه. چه کرد؟ کاری کرد که اگر کسی از انقلابیان اون موقع خبردار می شد، صادق رو تیکه پاره می کردن، سرشو به باد می داد اگر می فهمیدن. در واقع آقای قطب‌زاده همانند سربازی که یک تیر نگاه می‌دارد برای روز مبادا، که آن تیر را معمولاً برای خلاص کردن خود استفاده می‌کند، در خشاب گذاشت، در اسلحه قرار داد، گلنگدن را کشید و آن را به سمت خود نشانه نگرفت. او به سمت خود نشانه نرفت، اما گویی آن تیر چون بوم رنگی با سرعت به سمت او بازگشت. شب داخلی آپارتمانی در پاریس. دانه های برف از پشت شیشه ها دیده می شود. سال 1358 را
نشان می‌دهد. زمستانی سرد، صادق قطب‌زاده در اتاقی با فردی در حال گفتگو است. آن فرد قطعاً ایرانی نیست. از شمایلش پیداست که فرانسوی هم نیست. او کیست؟ بر او نازکشیم. او یک آمریکایی است. او همیلتون جوردن است، رئیس ستاد کاخ سفید. این اولین دیدار مستقیم یک مقام رسمی ایرانی با یک مقام رسمی آمریکایی بود بعد از انقلاب 57. قطب‌زاده به جردن گفت: من گروگان‌ها را آزاد می‌کنم، اما از شما یک چیز می‌خواهم. چیز زیادی هم نیست. شما شاه را بکشید. همیلتون جوردن بعداً در خاطرات خودش میگه: من وقتی این جمله رو شنیدم مردم از خنده. قطب‌زاده با کمی عصبانیت گفت: چیه؟ چرا میخندی؟ این دقیقاً همان کاری بود که سازمان سیا سالها با هزاران ایرانی میکرد. اینجا نگاه داریم این خاطره و این دیدار رو. شرایط رو بررسی کنیم. قطب‌زاده آخرین امیدش این بود، آخرین تیر تفنگش بود. از اون بر آمریکا فهمیده بود جمهوری اسلامی آسمون به زمین بیاد تا زمانی که دولت کارتر روی کاره گروگان‌ها رو نگه می‌داره. برای مسئله نازک شیم، دولت جیمی کارتر از بین رفت یه جورایی با همین گروگانگیری. 4 ساله تمام شد این دولت، موفق نبود جیمی کارتر در مدیریت این اتفاق. آمریکا اینو فهمیده بود که تا زمانی که کارتر هست گروگان آزاد نمیشن. صادق قطب‌زاده هیچ کار است. قطب‌زاده این رو نمیدونست، در این حد نمیدونست، حداقل دست از تلاش بر نداشت. چه کرد؟ در ادامه با پاناما شروع کرد دوباره مذاکره کردن، شروع کرد پرونده آماده کردن. طبق اون صحبتی که با دولت پاناما کرده بود که 60 روز وقت داری پرونده آماده کنی، اوکی باشه من دستگیر میکنم. قطب‌زاده شروع کرد پرونده آماده کردن برای استرداد شاه، اما درست ساعتی قبل از تحویل این پرونده به پاناما، محمد رضا شاه پهلوی پرواز کرد از پاناما، در مصر فرود آمد و رفیق شفیق خود را انور سادات را در آغوش گرفت. 60 روزی که وعده داده شد، ساعاتی قبل از رسیدن مدارک قطب‌زاده به پاناما تمام شد. پروژه آزادی گروگان‌ها شکست خورده بود. از اون بر قطب‌زاده درگیر کشمکش‌های بین ایران و عراق هم شده بود. حتی زمانی که قطب‌زاده رفته بود کویت که با کشورهای عربی مذاکره کنه که شاه رو از مصر برگردونه ایران، یه عراقی می‌خواست ترور کنه صادق خانه داستان ما رو. انگار صدام حسین هم می‌خواست قطب‌زاده رو حذف کنه، اما خب اون زمان موفق نبود. پاییز 1359، محمد علی رجایی نخست وزیر ایران شد. کار قطب‌زاده در وزارت امور خارجه تمام بود. قطب‌زاده انزوا پیشه کرد. ایران از اون بر درگیر جنگ با عراق بود. تمام آمال و آرزو و رویاهای قطب‌زاده برای کشورش و البته برای خودش نقشه براب شده بود. برای او همه چیز تمام شده بود. نه با حزب جمهوری و روحانیون این حزب رفیق بود، نه از اون بر با نهضت آزادی که به رهبری بازرگان سیاست‌های نظام و نقد می‌کرد رفاقتی داشت. چوبی بود دو سر طلا، از اینجا مانده از آنجا رانده. یک لوتی داشمشتی خوشتیپ رفیق باز حالا به حاشیه رفته بود. کسی حتی جواب سلام او را نمیداد به تعبیری در فضای سیاسی. در ادامه سعی کرد یه روزنامه راه بندازه به نام ولعصر، راه انداخت، اما یک شماره بیشتر منتشر نشد این روزنامه، توقیف شد. صادق خان هنوز یه رفیقایی داشت در تلویزیون. چه کرد؟ رفت اونجا گفت: آقا برای من یک مناظره بذارید، من بیام حرف بزنم، حرفامو بزنم. رفیقاش رفاقت کردن در حقش، مناظره گذاشتند. قطب‌زاده رفت حرف زد، اما زیادی حرف زد. خشمشو از وضع موجود در این مصاحبه فریاد زد با ادبیاتی عجیب غریب. مثلا چه گفت؟ حزب جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری راه انداخته است. نتیجه چه شد؟ به دستور اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب اسلامی، صادق قطب‌زاده بازداشت شد از عرش به زیر فرش.
صادق قطب زاده اگرچه از اسب افتاده بود، اما هنوز از اصل نیفتاده بود. هنوز مردم او رو بخشی از اصل انقلاب میدونستند. حتی خبر بازداشتش بازار تهران رو به هم ریخت. یه سری تجمع اصلا ایجاد شد. نتیجه، صادق داستان ما به قید کفالت آزاد شد خیلی سریع. او از زندان راهی جماران شد و با رهبر انقلاب دیدار کرد. با مراد خود شروع کرد به اعتراض، اما رهبر انقلاب او رو به سکوت دعوت کرد. برای قطبزاده توضیح داده شد که الان شرایط کشور خطیر است. ما در جنگیم، چه میکنی؟ فعلا چیزی نگو، آرام باش. حتی برنامه سخنرانی او در بازار رو تعطیل کردند. حالا انگار چیزی در قطبزاده در حال تغییر بود. او دیگر صادق قطبزاده سابق نبود. در محافل خصوصی تر مدام میگفت انقلاب را دزدیدند. مدام او به دوروبری‌های خود میگفت اینان چه فکر کردند؟ من استاد مبارزه با رژیم ها هستم. دیدید که با شاه چه کردم. حالا ببینید با اینها چه میکنم. من از حلقومشان بیرون میکشم. صادق قطبزاده تند و تیزتر شده بود. هر روز تندتر می شد، اما فضای واقعی سیاست مملکت از فضای ذهنی قطبزاده هم تندتر بود، تند و تیزتر بود. بهار 1360 مجاهدین خلق و رئیس جمهور بخت بنی صدر با جمهوری اسلامی حسابی سرشاخ شدند. خون در خیابانها راه افتاده بود. خون بیگناهان در حال ریخته شدن بود. البته هستند کسانی که می گویند خون گناهکاران بود. خون خون است. انسان آزاده از کشته شدن احدی خوشحال نمی شود، از کشته شدن هم نوع خود خوشحال نمی شود. به هر حال در ادامه اولین رئیس جمهور ایران یعنی ابوالحسن بنی صدر با مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق هر دو از ایران فرار کردند. پرانتز یادآوری کنم، بسیار داستان جذابی است فرار این دو نفر. علاقمند بودید بنویسید، انجام وظیفه خواهیم کرد و تعریف خواهیم کرد تاریخ فرار این دو رو. قطبزاده اما در این شرایط حاضر نبود بذاره بره. شاید حتی فضا براش مهیا بود بذاره بره اپوزیسیون شه، اما نرفت. فکر میکرد میتونه باز هم دست به کارهای بزرگ بزنه. نتیجه، رفقای دوروبرش رو فرستاد اروپا. چه کنند؟ شروع کرد او به بنی صدر و مخالفان جمهوری اسلامی پیغام دادن که آقا آماده باشید، یک کودتای بزرگ در راه است. در ادامه شروع کرد تلاش برای جذب کمک مالی از طرفهای اروپایی خودش، رفقای اروپاییش. برای چی؟ شکل دادن یک کودتا، کودتایی با یک هدف مشخص. او مرکز را هدف گرفته بود. او یک هدف داشت: حذف مراد سابقش، حذف رهبر انقلاب اسلامی، حذف آیت الله خمینی. این رفت و برگشت های مدام پیک های قطبزاده و این پچ پچ های کودتا از گوش های تیز کاگبه دور نمونده بود. کاگبه خیلی هم دل خوشی از قطبزاده نداشت. نتیجه چه شد؟ حزب توده با خبر شد از این قصد قطبزاده. قطبزاده اما بی خیال ملاحظات امنیتی شده بود. انگار عمدن نادیده می گرفت یه جاهایی. در ادامه با یکی از روحانیون سرشناسی که با آیت الله خمینی سرشاخ شده بود مذاکره کرد. صادق خان، از کی صحبت میکنیم؟ آیت الله شریعت مداری. آقای شریعت مداری گویا به او گفته بود باید در مسیر انقلاب اصلاحی صورت گیرد و همین جمله کافی بود تا قطبزاده مصممتر شود. همین اعتماد به نفس کاذب او شاید باعث شد جلوی یه سری از جاسوس‌های حزب توده هم از پلن کودتاش حرف بزنه. او جاه طلب بود. او اعتماد به نفس کاذب داشت. او احتیاط نکرد. شاید عمدن هم احتیاط نکرد. خیلی ها معتقدند برای آدم باهوشی چون صادق قطبزاده این اشتباهات فقط میتواند عمدی باشد. چه بود و چه شد راضی است سر به مهر قضاوتش با شما. صادق قطبزاده سخنی گفت که نباید، جایی سخن گفت که نباید. صدای او توسط ضبط صوت مخفی توده‌ای‌ها ضبط شد. توده‌ای‌هایی که از او کینه داشتند و او هم.
دوست دختر صادق قطبزاده میگه آخرین باری که او رو دیدم یک عبای سفید به تن کرده بود، مثل یک صوفی شده بود. به او گفتم چرا اینجوری شدی؟ گفت میخوام بزنم به دل دریا کارول. بهش گفتم شنا بلدی میخوای بزنی به دل دریا؟ گفت مسئله من مرگ نیست کارول، مسئله من زندگی است. قطبزاده اشتیاق زدن به دل دریا داشت، اما بیگدار باب زده بود. صادق قطبزاده 17 فروردین 61 در خانه‌ای در جمال آباد تهران بازداشت شد. این بار صدای اعتراض از هیچ کس بلند نشد. تنها رفیق شفیقش صادق طباطبایی بود، برادر زن همسر سید احمد خمینی. او رفت دیدار او در زندان. خود او تعریف میکند: رفتم زندان، صادق قطبزاده منو در آغوش کشید و با اون حال عجیبش گفت خیلی مردی. به او گفتم صادق میخوای برم با امام صحبت کنم؟ در جواب من گفت از طرف من هیچی نگو. آقای طباطبایی میگه رفتم از طرف خودم با امام صحبت کردم، درخواست بخشش کردم. امام گفت من در رابطه با خودم چه در این دنیا و چه در آخرت او را بخشیدم. طباطبایی در جواب گفت این را به دادستانی اعلام کنید. از پس تمام بالا و پایین ها، اما این تلاش صادق طباطبایی هیچ نتیجه ای نداشت. روزی قطبزاده برای اعتراف به تلویزیون آورده شد. مسئولیت برنامه کودتا رو پذیرفت. در دادگاه هم همین کارو کرد، اما مدام تاکید میکرد که من به جمهوری اسلامی پایبندم، اما نمیخواستم این نظام به انحراف کشیده شود. قطبزاده توضیح میده که هدف این بود که جماران رو از بیرون با توپخانه و از درون با انفجار بمب بکوبیم، همزمان رهبر انقلاب رو بکشیم و بعد کانونهای دیگر قدرت رو تسخیر کنیم. ابزارش برای پیشبرد این اهداف چه بود؟ استفاده از نیروهای نظامی مخالف نظام، نیروهایی که 2 نفر از نماینده هاشون اومده بودن دیدار قطبزاده. اما آقای صادق قطبزاده با تمام هوشش و تجربهش و ادعاش و جاه طلبیش و البته اعتماد به نفسش، نفهمیده بود که این 2 نفر در واقع جاسوس های حزب توده اند که در حال ضبط صدای او هستند. بینگو. شوروی میخواست انتقام بگیره از قطبزاده. نتیجه تو همین زمانی که قطبزاده در بازداشت و تحت فشار بود، یک نامه رمزنگاری شده که محتواش جوری بود که انگار قطبزاده با سازمان CIA آمریکا مرتبط ساخته شد و به مقامات امنیتی ایران رسانده شد. تیر خلاص رو زده بود کاگبه. اما تمام این گرفتاری ها فقط دامن قطبزاده رو نگرفت. آیت الله شریعت مداری هم گرفتار شد. او در توضیحاتش گفت من قطبزاده رو نصیحت کردم که آقا جان با دولتی که عراق را در جنگ گرفتار کرده نمیتونی در بیفتی، نکن برادر من، نکن. به او گفتن چرا اطلاع ندادی، چرا لوش ندادی؟ جواب داد شریعت مداری که من حجت شرعی نداشتم که یک بیگناه را گرفتار کنم. به هر حال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این روحانی مهم در انقلاب و به حاشیه رفته فردای انقلاب را هم آوردند مقابل دوربین تلویزیون برای اعتراف تصویری. در ادامه آیت الله شریعت مداری از مرجعیت خلع و تا آخر عمر راهی حصر خانگی شد. اعدام. حکم صادق قطبزاده اعلام شد توسط دادگاه انقلاب. محمد محمدی ریشهری حاکم دادگاه های انقلاب در خاطراتش می نویسه 11 بار با رهبر انقلاب و دیگران دیدار کردم تا تونستم تایید حکم اعدام قطبزاده رو بگیرم. اما گویی تنها اعدام دل انقلابیون رو خنک نمی کرد.
روز پیش از اجرای حکم عنوان مثال، اسدالله لاجوردی زندانیان سیاسی اوین رو تو حسینیه زندان جمع میکنه. صادق قطب‌زاده رو میاره روی سن، میگه این گرگی بود در لباس میش و او شروع کرد به انقلاب ما حمله کردن، ببینیدش. در ادامه هرچه تحقیر و توهین بلد بود لاجوردی رو میکنه و بعد از کل جمعیت میخواد که شعار بدند، چه دلشان بخواهد چه نخواهد، که جماران، گلباران، قطب‌زاده، تیرباران. دستوراتش صادر شد، گلوله‌ها اما بر خلاف روال عادی با هم شلیک نشدند. تک به تک، پای چپ، دست راست، پهلو، دست چپ، سینه، پای راست، قلب، شش، گلوله به گلوله. صادق قطب‌زاده، یکی از اصلی تری چهرهای انقلاب و یکی از بریدگان از انقلاب، زجر کش شد. 24 شهریور ماه 1361 نقطه پایان صادق قطب‌زاده بود. البته نقطه پایان تپش قلب او بود. صادق قطب‌زاده به تیر اعدام بسته شد و انقلاب فرزند خود را بلید. شبها می گفتند عمله ارتجاع، مذهبی ها می گفتند لیبراله، لیبرال ها می گفتند افراطیه، روشن فکرا می گفتند بازاریه، بازاری ها می گفتند فکولیه و امنیتی ها می گفتند وابسته و کارشم جاسوسیه. اعدام و مرگ هم نتونست حتی در دل مخالفان جمهوری اسلامی صادق قطب‌زاده رو تبدیل کنه به یک چهره تاریخی محبوب مخالف. او کسی است که شایعات دربارش به اندازه یک اقیانوسه. بعضی میگفتند جاسوس شوروی بود، بودند کسانی که میگفتند جاسوس آمریکا بود. بعضی دیگر میگفتند با شاپور بختیار درباره سرنگونی حکومت جدید مذاکره کرده بوده و اصلا او بوده که پروژه ترور بختیار رو لو داده بوده. و البته همه یک چیز رو میدانستند، در یک چیز اشتراک نظر داشتند. همه اینها او، صادق قطب‌زاده، یکی از اصلی ترین پایه های انقلاب بود. این تنها چیزی بود که هر چه کردند پاک نشد. صادق قطب‌زاده به سرعت در اذهان عمومی ایران به دست فراموشی سپرده شد و در نهایت این قسمت رو با درسی از تاریخ به پایان بریم. عده‌ای از انقلابیون فعلی که با بخشی از چهره‌های اصلی انقلاب 1357 دشمنند، قبولشون ندارند. به سه نفر از نزدیکترین افراد به رهبر انقلاب اسلامی به شکل تحقیرآمیزی لقب مثلث بیق رو داده بودند. به بنی صدر، یه، ابراهیم یزدی و قاف قطب‌زاده. هر سه این انقلابیون تاثیرگذار که حتی شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی، معتقد بود در واقع این سه بودند که انقلاب کردند، به سرعت هر یک به نوعی از قطار انقلاب بیرون انداخته شدند و حذف شدند، بلعیده شدند توسط انقلابشان. سرنوشت صادق قطب‌زاده اما در میان این سه از همه بدتر بود. او هم اعدام شد، هم کمتر از دیگران در یادها ماندگار. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. ضمن اینکه در ادامه خواهیم دید با افتخار ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان رو تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ. سالم باشید و در صلح، شما رو به تاریخ میسپارم و به شرط بقا میبینمتون. چند
خطی داستان ارباب حلقه ها رو با هم مرور کنیم یک بار، گرچه شما قطعا به می‌دانید. ارباب حلقه ها داستان جایی است به نام سرزمین میانه و یک حلقه. وقتتون بخیر. حلقه‌ای که اول که درود به تیم خوب مورخ بود سارون. تمام دوم این که عاشقتونم، هم عاشق مورخ پادکست، هم عاشق سینما پادکست و هنرمند معروفتون، هنرمند عالیتون، هنرمند بی نظیرتون آقای هاشمی که واقعا بی بدیله. عاشقشم، دوستش دارم. به خاطر چی؟ به خاطر صدای بی نظیرش، به خاطر قدرت خوبش، فن بیان عالیش و البته این که یکی از بهترین موضوعایی رو که من عاشقشم این دفعه انتخاب کرده توی کانال خوبتون سینما پادکست، سینما مورخ پادکست که من مرتب از طریق یوتیوب دنبالش میکنم. این ویدیو رو از ایران براتون میفرستم، خوزستان، دسفول. تا حالا دقت کردم هرچی که طرفدار دارید غالبا از این طرف و اون طرف دنیاست، ولی من از ایران و با افتخار از خوزستان و دسفول اینو براتون میفرستم. عاشق ارباب حلقه هام، به جرات میتونم بهتون بگم شاید هفته یک بار من سگانشو میبینم، کتاباشو تقریبا هر چند ماه یک بار دوباره مرور میکنم، میخونم و الانم خیلی خیلی خوشحالم و جزو اولین نفراتی هستم که دارم این پادکستو از طریق یوتیوب میبینم و به وجود شما و کانالتون افتخار میکنم. پایدار باشید، موفق باشید، تندرست و جیبتون پر پول. مرسی 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 از تیم خوب مورخ و البته استودیوی خوبشون پیکان که این شرایط رو فراهم میکنن واسه اینکه ما لذت ببریم از پادکست های خوبتون. پایدار باشید. خدمت تمامی عوامل تیم مورخ، تک تک عزیزانی که زحمت میکشن تا این ویدیو و پادکست های مورخ به دست ما برسه و ما ببینیم، تشکر ویژه میکنم از همه تون. واقعا دست مریضات و واقعا یک کار بی نظیری رو دارید انجام میدین. تیم حرفه‌ای، گوینده حرفه‌ای و واقعا همه چیز عالی. تشکر میکنم ازتون و واقعا ما مدیون شما هستیم. خیلی خیلی از اطلاعات تاریخی رو که نداشتیم، وقت نداشتیم کتاب بخونیم، حالا با یا اصلا از وجودش خبری نداشتیم، به لطف تیم شما این اطلاعات رو ما کسب کردیم. واقعا دستتون درد نکنه، دست مریضات، پاینده باشید.